حالا به میان رزمندگان ارتش آزادی در شهر زبدانی سوریه میریم. اونها که برای اولین بار طعم پیروزی رو با آزاد کردن این شهر چشیدن، اکنون خودشون رو برای نبردی سهمگین آماده کردند. There's a ceasefire in Zabadani after 10 months of trauma for local people. بعد از 10 ماه مقاومت، رژیم سوریه مجبور به توافق بر سر آتش‌بس با ارتش آزادی در شهر زبدانی شد، چون نتوانست مخالفین خود را سرکوب و از این شهر بیرون کند. از زبدانی که حدود نیم ساعت با دمشق فاصله دارد، از روز چهارشنبه در دست نیروهای مقاومت قرار گرفته است. یکی از مخالفان که می ترسد چهره اش نشان داده شود می گوید: What about the future? What are you going to do next week and the week after that? Because Assad is still in power in Damascus. We will still go with our protest. ما تا سرنگونی رژیم کماکان به تظاهرات روزانه خود ادامه خواهیم داد و از خودمان در مقابل نیروهای بشار اسد دفاع خواهیم کرد. میدان مرکزی از زبدانی اکنون با پرچمی که سوری‌ها آن را پرچم استقلال می‌نامند تزیین شده است. معترضان می‌خواهند که سمبل‌های تاریخی سوریه را زنده کنند، مانند کاری که لیبیایی‌ها انجام دادند. این واقعیت که این افراد توانستند کنترل این شهر را به دست بگیرند و در میدان مرکزی شهر قدم بزنند، علامتی است که رژیم سوریه اکنون دارد فشار قیام را احساس می کند. هرچند که این وضعیت ممکن است کوتاه مدت باشد و زیاد طول نکشد، چون نیروهای بشار اسد هنوز در خارج شهر مستقر هستند. اینها قهرمانان محلی ارتش آزادی سوریه هستند، کسانی که از ارتش سوریه جدا شده و یا مردانی که خود سلاح به دست گرفتند. آنها پیروزیشان را جشن گرفتند، اما از طرفی نگران هستند، چون نیروهای بشار اسد ممکن است فقط به خاطر فشار اتحادیه عرب نیروهای خود را از شهر بیرون برده باشند. اما این رزمندگان میگویند آنها در هر حال آماده اند. He has heavy weapons. You have Kalashnikovs. How can you win this? بقدرة رب العالمين. God willing, we will win. عن شرف وعن أرض وعن انتهاك بيوت وأعراض. لذلك الله بينصرنا. آنها سلاح‌های سنگین دارند، ولی شما فقط کلاشینکوف دارید. چطور می‌خواهید در این جنگ پیروز شوید؟ به امید خدا ما پیروز خواهیم شد. ما حاضریم به خاطر حفاظت از زنها و کودکان و دفاع از کرامتمان کشته شویم. Truce, even if it's short, is the regime's first acknowledgement that the rebel fighters are changing the balance of power in Syria. آنها شعار می دهند که خدا به ارتش آزاد سوریه درود می فرستد. این آتش‌بس هرچند هم که کوتاه مدت باشد، اولین تایید رژیم در به هم خوردن تعادل قدرت به نفع انقلابیون است. آتشبازی علامتی برای ساکنین شهر است که زمان اعتراضات شبانه فرا رسیده است. از زبدانی تنها شهری نیست که انقلابیون در آن حضور دارند، ولی تنها شهری است که بشار اسد قدرت را به معترضان واگذار کرده است. It's enough for me to have these 2 days of freedom and it doesn't matter if I die tomorrow. برای من کافی است که 2 روز آزادی را اینجا ببینم و مهم نیست اگر فردا کشته شوم. برای من همین چند ساعت آزادی هم کافی است. من راضی هستم. في العام 2011 كل شيء سيكون هو عبارة عن دماء جديدة، مع هذه الدماء الجديدة نحن ننتقل لمرحلة أخرى. تعالوا إلى الحوار وامتحنوا الجدية. الحرية، قضية الحرية، أنا عايز الحرية. هذه هي الديمقراطية في أحلى صورها. داخل عليكم دخيل الله. إذا بيطلع عليكم. لا مكان لمن يقف في الوسط. فالقضية ليست الدولة بل الوطن. الله سوريا شعبي وبس. أقسم بالله العظيم أن نبقى مناضلين، أن نبقى مناضلين، أقسم بالله العظيم أن نبقى جندا أوفياء، أن نبقى جندا أوفياء لثورتنا ولشعبنا العظيم، لثورتنا ولشعبنا العظيم. والله على ما نقول شهيد، والله على